نیویورک شهر بزرگیه ماه دور زمین میگرده و مه چهار تا پا داره احتمالا تو غلط بودن سومی شک کردین اگه میخوایم بدونیم چرا تو این قسمت با من همراه باشید سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه ارشی عبدالکریمی هستم تو این قسمت قرار کتاب تفکر سریاسته رو ادامه بدیم تو این قسمت هم با چند تا خطای شناختی روبرو میشیم و متوجه میشیم که ذهنمون داره کجاها به خطا تصمیم میگیره شما فکر میکنید اینکه که قرار تو چه حوزه انتخاباتی و توی چه مکانی رای بدین توی رایتون تاثیر داره یعنی اینکه که مثلا قرار توی مثلا انتخابات ریاست جمهوری خودمون توی مدرسه رای بدی یا توی مسجد یا توی هر جای دیگه میتون روی روی رای تاثیر بذاره رو نشون داده کسایی که توی مدرسه رای میدن احتمالا به کاندیدی رای دادن که بودجه آموزشی بیشتری گذاشته چرا چون یه مقداری تحت تاثیر محیطن البته اینم در نظر بگیریم اینجوری نیست که ما بگیم مطلقاً تحت تاثیر محیطیم خیلی از افرادی که واقعا میرن رای بدن افرادی که از قبل تصمیمشون رو گرفتن ولی حتی ده نفر هم ده نفره مخصوصا توی چند سال اخیر که دیدید که چقدر توی رایلیا ها افراد پای, پای پای پیش میرن ولی خب باید بدونیم که همین تأثیری که از محیط هم میگیریم روی ذهن و منطقمون اثر گذاشته یعنی فکر نکنیم که مطلقا تصمیممون منطقیه چون ما خیلی تحت تاثیر محیط هستیم شما نمیتونید این تاثیر رو انکار کنید چرا چون تجربه شما توی سیستم دوتون ساخته شده و همون سیستم دو تحت تاثیر زمینه سازی سیستم یک بوده اینجا حالا سیستم یک و دو چیان رو تو قسمت قبل گفتیم که اگه ندیدیم پیشنهاد میکنم اول اون قسمت رو ببینید توی باشگاه غذاخوری تو بریتانیا وقتی که مردم غذاشون رو میخوردن میتونستن از چای یا قهوه اونجا استفاده بکنن و پول چای یا قهوهشون رو توی صندوق صدقات بندازن واسه خیریه یه مدت بالای صندوق صدقات عکس چشم یک آدم بود حالا این مثال رو شاید تو ایران هم دیده باشید مثلا جایی که صندوق صدقات محک هست بعضی اوقات مثلا عکس یک کودکی یا حالا جایی دیگه عکس یک کودکی یا بچه هست که داره به دوربین نگاه میکنه نکته جالبی که وجود داشت این بود که در زمانی که این عکس چشم یا عکس صورت یک آدم بخل صندوق صدقات بود افراد بیشتر به خیریه یا به اون صندوق صدقات پول مینداختن تا زمانی که یه دونه عکس گل گذاشته بودن یعنی امتحان کردند یه مدت عکس گل گذاشتن یه مدت عکس آدم ناخداگاهانه افراد وقتی عکس چشم آدمی دیدن بیشتر کمک میکردن چرا چون این حس بهشون دست میداد که یه آدمی واقعا داره بهشون نگاه میکنه و اگه کار خوبی انجام بدن حتما مورد توجه قرار میگیره برگردیم به مثال اول قسمت گفتیم که نیویورک شهر بزرگیه ماه دور زمین میگرده و ماه چهار تا داره شما احتمالا توی غلط بودن جمله سوم یه مقدار شک و تردید داشتید حداقل تو وهله اول یه خورده کنجکاف شدین که نکنه این جمله درسته مثل قبلیاس نیست ولی فکر کنم غلط و اینا یه خود یکی دو کردیم با خودتون جمله مر چهار تا پا داره احتمالا شما رو بیشتر به خطا میندازه تا اینکه ما بگیم مر سه تا پا داره چرا چون خب شما میدونی خیلی حیونا واقعا چهار پان. همچنین معمولا بسته های مرغ هم چارت عرضه میشن به خاطر همینه که شما یه لحظه شک کردی که وقتی ما میگیم مرغ چارتا پا داره با بقیه چهارایی که راجع به مرغ شنیدی ربط دارن یا نه یعنی یه لحظه شک کردی که این جمله درسته یا غلطه چرا چون احتمالا داشتی با همون سیستم یک رفتار میکردی اگه براتون مهمه که باهوش به نظر بیاید اتفاقا سعی کنید از کلمات ساده استفاده کنی، و ایدهاتون هم آهنگین بگید چرا چون اینا تو زمیر ناخودآگاه افراد روبروتون تاثیر میذاره مثل همین مثالایی که تا همین جای کتاب زدیم همش مثالایی بود که ذهن ما به صورت آنی درک نمیکنه خطای خودشو ولی خب واقعا خطاه همین مثال وقتی که ما بخوایم سوء استفاده هم بکنیم وجود داره یعنی شما ببینید چقدر از خطاهای ذهنی ما داره توسط اخبار و رسانه تحت تاثیر و بهتره بگیم سوء قرار میگیره اگه هر روز تعداد نیلوفرای آبی یک دریاچه دو برابر بشن 48 روز طول میکشه تا ما بتونیم دریاچه‌مون رو پر کنیم حالا اگه بخوایم نصف دریاچه رو پر کنیم چند روز طول میکشه اگه 5 تا ماشین تو 5 دقیقه 5 تا محصول تولید کنن چقدر طول میکشه تا 100 تا ماشین 100 تا محصول تولید کنن این دو تا مثالی که زدم هر دوتاش تاش ریاضیاتی بود ولی اگه ما بخوایم با سیستم یکمون که همون سیستم شهودی سری جواب بدیم حتما به خطا میافتیم چرا چون تصمیم گرفتیم که تنبل باشیم و سیستم دومون رو به کار نندازیم حالا جواب سوالات چیه اگه هر روز تعداد نیروفرهای آبی دریاچه دو برابر بشه و 48 روز طول بکشه تا پرشه اگه ما بخوایم نصف دریاچه رو پر کنیم یعنی یک دوم دو یعنی دو به توان 48 رو تقسیم بر دو بکنیم خب وقتی دو به توان 48 رو تقسیم بر دو بکنیم میشه دو به توان 47 یعنی 47 روز طول میکشه چرا تا روز 47 نصفش پر شده فرداش که روز 48 دو برابر شده و کل دروش پر شده پس ما تونستیم خیلی راست سوالو هر کنیم ولی میخواستیم با سیستم یکمون جواب بدیم یا مثال دوم چی اگه 5 تا ماشین تو 5 پن دقیقه 5 تا محصول تولید بکنن فرقی توی زمانش نی در حصول ما از اینجا متوجه شدیم که 5 تا ماشین میتونن 5 تا محصول تولید بکنن پس 100 تا ماشین هم 100 تا محصول تولید کنن تو همون 5 دقیقه یعنی ما این عدد زمانی که بهمون به داد کلا یه عدد بیخودی بود ما کلا باید نتیجه بگیریم که آقا 5 تا ماشین ما توی بازار ای میتونن 5 تا محصول تولید بکنن خب حالا 100 تا ماشین هم داشته باشیم 100 تا محصول تولید میشه تو چقدر خب تو همون 5 دقیقه چرا چون تعداد ماشین زیاد شده خب تعداد محصول هم به همون نسبت زیاد شده دیگه تأثیری تو زمان نداره ما وقتی که خوشحالیم سیستم دومون کمتر کار میکنه همچنین وقتی که یه مثلا هم برامون تکرار میشه باز باعش ضعیف شدن سیستم دومون میشه مثل جواب سری دادن به همین که من کردم ما خب ناخداگاهانه فکر میکنیم وقتی بخوایم تعداد این رو فرای آبی در چه نصف بشه خب بعد نصف تعداد اون روزان بگذره یعنی تو 48 روز پر شده الان تو 24 روز پرشه ولی خب این چیه این یه خطای دیگه یعنی ذهن ما به خاطر تکرار یک سری مسائل و به خاطر تکرار شنیدن کلمه نصف به خطا افتاده و ممکن اگه بخواد آنی جواب بده غلط بگه پس از این به بعد در زندگی هر جا به مسائل پرتکرار برخورد کردین یه لحظه وایسین قشن با تمرکز ببینید الان جواباتون صرفا جوابای آنیه که اثر تکرار میاد یا جوابای حاصل از فکر عمیق اثر حاله ای چیه اثر حاله که از همون خطا وقتی شما یه خانمی رو میبینی که خوشگله و ظاهرش چقدر بد گفتم خوشگله وقتی شما یه خانمی رو میبینی که خیلی چهره زیبا و دلنشینی داره ناخودآگاه فکر می‌کنی که این آدم خیرم هست چرا چون به خاطر یه ویژگی خوبش حس کرده که این آدم کلا آدم خوبیه بهش میگن اثر حاله ای یعنی شما یه تیکه از یه اتفاق رو داری تعمیم میدی به کل جهان حالا در مورد یک انسان میتونه یه ویژگی خوبش رو برداری تعمیم بدی به کل اون آدم و این از خطاهای شناختیه بهش میگن اثر حاله ای چون شما تحت تاثیر یه معیار بی ربط و خیلی کوچیک میای یه تصمیم بزرگ و جامع راجع به یه اتفاق میگیری حالا تکرار تو هر زمینه باعث میشه که همون اثر حاله یه افزایش پیدا بکنه مثلا شما یه رفیقی داری کلا گند اخلاقه اگه یه روزی هم بخواد خوب رفتار بکنه یا اصلاح بشه دیگه شما باش کنار نمیای چرا چون دچار اثر حاله شدی اینقدر این آدم بد اخلاق بوده همیشه که اگه یه روزم بخواد اصلاح بشه و از این بعد خوب رفتار کنه ما باور نمیکنیم چرا چون باز دچار همون اثر حاله شدی. یه سری از این سو استفاده دارم ما توی مواد غذایی می‌بینیم هی دقت کرده باشیم مثلا روی گوش اکثرا می‌نویسن 90 درصد بدون چربی چرا چون این جمله تاثیر بهتری داره تا بگن 10 درصد چربی خب اینم یکی از اون خطای ذهنی تو پاورقی تور خواستم اینم بگم شما تو زندگیتون کمتر با جواب سوال 17 زب در 24 مواجه میشی ولی تقریبا راجع به کل مسائلی که تو روز برات پیش میاد جوابای آنی داری خب این غلطه چون ما در طی روز در اصل داریم با سوالات پیچیده هم روبرو رو میشیم منتها به خاطر همون تکراره فکر میکنیم که این مسئله ساده است یا نه بر راجبش فکر کرد یا همون کاری که وقیه میکنن ما هم بکنیم دیگه خب این خطای دیگه یعنی میخواد بگه که درسته که تو طول روز کسی اما نمیپرسه 17 ضرب در 24 چند شده ولی واقعیتش رو بخوایم نگاه کنیم یه سری سوالات پیچیده هست که بخوایم از خودمون بپرسیم مثلا اینکه واقعا چرا ما کار میکنیم چرا دانشگاه میریم چرا مدرسه ممکنه این سری جوابای تون تون بهش بدیم و مثلا برای موفقیت میریم ولی خب این که اصلا اون موفقیت چیه این که آیا موفقیت زامنش این مدرسه رفتن و دانشگاه رفتن و اینا ناخداگانه ذهن ما ترجیح داد مثل همیشه با تنبلی و با اثر تکرار تو ذهنش بیاد جواب این مسئله رو بده برای موفقیت بیشتر خب این که نشد جواب باید یه جواب عمیق‌تری باشه اثر تکرار باعث شده که شما فکر کنی این کار موفقی داره همه دارن درس میخونن ما هم بریم درس بخونیم همه میرن بورس ما هم بریم بورس همه میرن تو ارزهای دیجیتال ما هم بریم ارزهای دیجیتال اینا همشون همون اثرات تکرار یعنی یه سری از کارا خیلی غلطه خیلی اشتباهه ولی ما ترجیح میدیم به جایی که بشینیم تعمل کنیم و تجزیه تحلیل کنیم سری همون با سیستم یکمون کار بکنیم و چون همه میکنن ما هم بکنیم سیستم یک شک نمیکنه ولی سیستم دو چرا کلا شک کردن سخته از رسیدن به اطمینانه کلا واسه همینه ما گوشادیم سیستم یک سری میخواد از روی یه سری اطلاعات کم یه تصویر کامل به ما ارائه بده خب به خاطر همینم هم است که عملاً زده ترتیب دختر و پسر بودن شش تا بچه خب کاملا اتفاقیه یعنی ممکنه آقا فرزند اول دختر باشه دومی پسر سومی دختر چهارمی دختر دو تای هم پسر ولی اگه به شما بگن که 6 تا بچه فلان خانواده دخترن پشمات میریزه چرا چون ذهن ما عادت کرده نظمی تو وقایع اتفاقی نبینه یعنی فکر میکنه که کلا 6 تا بچه حالتی که اول مثال زدم براش منطقی تره تا حالت دوم دست شده که اصلا بحث منطق نیست یعنی اگه بحث منطق هم باشه منطق یک احتمال میده بین این که شیشتا بچه دختر باشن تا اینکه اولی دختر دومی پسر سومی و هم پسر دو تا آخری هم دختر ناخودآگاه ذهن ما فکر می‌کنه این دومی منطقی تره چرا چون فکر میکنیم این اتفاق خیلی پارامتر داره و توی وقایع اتفاقی نمیخوایم یه منطق و یه نظمی پیدا بکنیم در صورتی که احتمال بین هر دو تا حالت یکی بود یه یک گردونه شانس میذارن جلوی سری آدم مونتا در از گردونه شانسی نبوده یعنی وقتی گردونه رو میچرخوندن یه جوری تنظیم کرده بودن گردونه حتما رو ده وایسه یا روی 65 رو دو تا بدون اینکه حالا افراد متوجه بشن بعد اینکه این گردونه رو میچرخوندن حالا روی ده وای میساد یا روی 65 از اون آدمایی سوال میکردن به نظرتون کشورهای آفریقایی توی سازمان ملل چند تا بعد جالب بود افرادی که گردون شانسشون افتاده بود روی ده تعداد کشورهای آفریقایی سازمان ملل رو به طور میانگین 25 و اون افرادی که گردون شانسشون روی 65 بود تعداد کشورهای آفریقایی رو 60 نباشید 45 به طور میانگین پیش بینی کرده بودن یعنی اینکه شما گردونه شانست بیفته روی 10 یا روی 65 تو این که بگی کشورهای آفریقای سازمان ملل چند تان اثر داره یعنی شما ببین چقدر ذهن ما گن زده با این نتیجه تحلیلش بهش میگن به اصطلاح اثر لنگر یا اثر تکیگاه ذهنی یعنی شما یه پارامتر بی ربط میدی به یه آدم مثلا یه گردونه چرخونده روش افتاده 10 یا 65 خب این چه ربطی داره به اینکه چند تا کشور تو سازمان ملله ولی چون بهش این عدد افتاده یعنی قبلش مثلا یه دهی اومده تو ذهنش یا 65 وقتی بلافاصله فاصله بعدش ازش این سوالو میپرسن فکر میکنه این سواله به گردونه ربط داره یعنی از اثر تکیهگاه اون گردونه میاد جواب این سواله رو میده یه مثال خیلی رایج دیگه هم راجع به این اثر لنگر یا تکیهگاه ذهنی داریم مثلا شما فکر افراد بر اثر بیماری بیشتر میمیرن یا تصادف حقیقت اینه که تعداد مرگ بر اثر بیماری 18 برابر تصادفه ولی ناخداگاهانه تو ذهنمون وقتی از افراد آمار گرفتن متوجه شدن که این آمار رو برابر میدونن یعنی اینکه شما از اکثر افراد بری بپرسی که احتمال اینکه تو تصادف بمیری زیادتره یا اینکه مریضی بگیری طرف میگه به نظر من 50 50 است که دو واقعیت 18 به 1 یعنی بر اثر بیماری افراد خیلی بیشتر میمیرن ولی خب چون تصادف دراماتیک تره و توی رسانه بهش بیشتر پرداخت میشه ما فکر میکنیم مردن بر اثر تصادف رایش تره. مثلا مرگ بر اثر دیابت 300 برابر مرگ بر اثر تصادفه خیلی بیشتره در مورد صرف بیماری دیابت اما تو ذهن افراد این احتمال بر از یه چهارمه یعنی احتمال این که شما بر اثر دیابت بمیری 300 برابر تصادفه بعد افراد فکر میکنن تصادف چهار برابر دیابت کشنده تره تخمین مرگ کلا تحت تاثیر رسانه است در اصل رسانه سلیقه مردم رو پوشش نمیده اون رسانه ها از تو دل سلیقه خود ما به وجود اومدن دنیای توی سر ما دقیق نیست دنیای توی سر ما تحت تاثیر رسانه است و میزان احساسی بودن یا دراماتیک بودن پیامی که بهش میرسه مثلا مادری که نگران نگر برگشتن دخترش از یه مهمونیه کلا تحت تاثیر رسانه است چون خیلی تعداد کمی از این اتفاقات بعد در رابطه با افرادی که میرن مهمونی پیش میاد ولی انقدر تو رسانه بهش میپردازن که ناخودآگاهانه ذهن ما احتمال وقوع این اتفاقات رو خیلی بیشتر از چیزی که از در نظر میگیره یه مثال دیگه بزنم این خیلی پش میزونه از افراد پرسیدن کدوم یکی از این دو جمله که میخوام بگم محتمل تره لیندا کارمند بانک لیندا کارمند بانک فمینیسته 90 درصد افراد گفتن احتمال جمله دوم بیشتره خیلی جالبه ها ببین تو جمله دوم صرفا یه پارامتر اضافه شده یعنی احتمال مثبت و منفی بودن رو داره افزایش میده ولی افراد با وجود اینکه در حقیقت و طبق منطق این احتمال کمتره یعنی اینکه یه فرد کارمند بانک باشه تا کارمند بانک فمینیست باشه خب منطق منطق به ما میگه که اینکه یه فردی کارمند بانک باشه محتمل تره. چون یه سری افراد کارمند بانکن بعد از اون افرادی که کارمند بانکن یه سرشون فمینیست ممکنه باشن ولی میخوام بگم که ذهن ما داره خطا پیش بینی میکنه یعنی فکر میکنه اینکه لیندا کارمند بانک باشه که فمینیسته خیلی محتمل تر از اینه که لیندا صرفا کارمند بانک باشه اینم خیلی جالب بود یه معیار با حال دیگم توی کتاب میگه بهش میگه بازگشت به میانگی یعنی چی میگه آقا یه مربی یه سری شاگرد داره مثلا تمرین میده حالا توی کتاب مثالش دقیق تر بود من نقل به مضمون مفهوم میکنم میگه که یه سری مربی یه سری شاگرد رو داشته تمرین میداده بعد میان بهش میگن که شما میتونی به جای سیستم تنبیه از سیستم تشویق استفاده کنی بعد مربی میگه که من آقا امتحان کردم دیدم تنبیه خیلی بیشتر از تشویق جواب میده بعد بهش میگن چرا میگه وقتی بچه ها یا شاگردام توی روزی خیلی خوب بودن و من تشویقشون میکردم میدیدم اینا جلسه بعد اوف میکنن برعکس یه جلسه وقتی یکی اوف میکرد سرش داد میزدم تنبیهش میکردم و جلسه بعد روش میکرد خب من نتیجه گرفتم که تنبیه خیلی سیستم موثرتریه ولی یه نکته اینجا در نظر نگرفته بود ببینید عمدتا پیشرفت یا افت یه روندیه که خیلی یک و تدریجی اتفاق میفته یعنی اینجوری نیست که شما به یه آدمی تشویقی بدی مثلا فرداش یه کار عجیب غریب بکنه یا تنبیهش بکنی قطعا جلسه و تکرار نکنه اینکه یه فرد کلا داره یه روندی رو طی میکنه عموما تدریجی حالا خوب داره میشه یا بد خطای این مربی کجا بود خطای مربی اینجا بود که وقتی یکی میدید خوب خیلی مثلا توی دونه جلسه خیلی خوب رفتار میکنه می تشویقش میکرد بعد این جلسه بعد نمیتونه اون کارو بکنه فکر میکرد تشویق عامل این شده که اون آدم مثلا افت بکنه در صورتی که آدما دارن روی یه خط میانگینی حرکت میکنن یعنی تو این خط میانگین هر وقت یو برن بالا مثلا یو یه جلسه خیلی خفن باشن احتمالا احتمال خیلی زیاد جلسه بعد دوباره برم به میانگین حالا شاید میانگین کلا یه شیب خوب داشته باشه ولی وقتی توی جلسه یو یکی خیلی خوب میشه احتمالا جلسه بعد دوباره برم به میانگین چرا چون کلا اون داشته یه مسیر یه نواختیو یا طی میرفته بدبخت یه روز خیلی بد بوده حالا تو هم زدی تو سرش ولی اگه نمیزدی هم فرقی نمیکرد چون میخواد سری برگرده به میانگین یعنی یه جلسه بد بوده چون چه تنبیه میکردی چه تشویق میکردی این جلسه بعد میرسید به همون روند یه نواختش ولی ذهن ما فکر میکنه که این افت یا این پیشرفته وابستگی خیلی زیادی به اون تنبیه یا تشویق داره در صورتی که توی این مثالی که من زدم استدلال منطقی این بود که آقا آدما روی یک میانگین حرکت میکنن خیلی تنبیه یا تشویق در این روند تدریجی تاثیری نداره نسیم طالب تو کتاب قوی سیاه دیدگاه جالبی رو به ما میده میگه ما خیلی اتفاقاتی که واسه افراد میفته رو به قصد و نیتشون ربط میدیم تا به احتمال و شانس ما مدام میخوایم با داستانهای از گذشته خودمون رو گول بزنیم و میخوایم با همون اطلاعات محدودی که توی گذشته داشتیم همه اتفاقات آینده جهان رو پیش کنیم در صورتی که اتفاقاتی که در گذشته جهان افتاده خیلی محدود و احتمال اتفاقاتی که ممکنه در آینده جهان بیفته خیلی نامحدوده ولی ما دوست داریم رو همون اتفاقاتی که تا الان افتاده تکیه بکنیم قوی سیاه هم دقیقا یک مثالی برای همین که احتمالا فکر کنم شنیده باشین میگن آقا تا مدت فکر میکردن همه قوهای جهان سفیدن تا اینکه حالا تو استرالیا یه نجاتی پیدا شد که قوی مشکی بود و از اون روز افراد فهمیدن که تا اون لحظه داشتن خطا میکردن به خاطر همینه که به این نوع خطا میگن خطای قوی سیاه یا نسیم طالب براش این اصطلاح رو آورده میگه خیلی احتمال داره که ما با اتفاقاتی در جهان رو, به رو بشیم که تا این لحظه پیش نیامده ولی ما اصلا این احتمال رو در نظر نمیگیریم یعنی فکر میکنیم جهان از اول تا الان همین بوده از این به بعد هم قرار همینجوری پیش بره هسته اکثر خطاهای ادراکی ما وابسته به گذشتهش چون ما گذشته رو دیدیم و درک کردیم فکر میکنیم ناخداگاهانه از آیندهم خبر داریم یه مثال خیلی جالبم بزنم از این مسئله تو زندگی شخصیمون که زیاد این اصطلاحات رو به کار میبریم مثلا هایی مثل به دلم افتاده بود حدسش رو میزدم یا این جملهایی که به کار میبریم همه از این خطای ادراکی میاد دیگه یعنی ما گذشته رو دیدیم و روش حساب باز میکنیم فکر میکنیم قراره بعدا هم اتفاق بیفته منتها اگه اتفاق نیفته که ما نمیایم بگیم یعنی شما تا حالا نشید یکی بگه به دلم افتاده بود ولی دیدم نشد یا حسش رو ولی اشتباه کردم چون کسی نمیاد معمولا این چیزا رو بگه ما فکر میکنیم که اون تفکرات قبلیمون خیلی خوبه معمولا وقتی پیش بیاد همه به زبون میارن دیگه یعنی پیش میاد بعد میگه ای بابا من حدسشو میزدم در صورتی که واقعا این اتفاقا محدودن یعنی اینکه یکی یه اتفاق به دلش بیفته و عینا پیش بیاد اتفاق محدودتریه تا پیش نیاد ولی اگه پیش بیاد حتما میاد میگه که خیلی شنیدیم ولی اگه پیش نیاد نمیاد بگه خب ما ناخداگاهانه این حس رو از بقیه میگیریم که بقیه چقدر خوب پیش بینی می میکنن یا جهان چقدر داره رو نظم پیش میره در صورتی که خیلی پارامتر هست که ما در نظر نمیگیریم و بعدا هم برومون نمیاریم یعنی نمیایم بگیم آقا من فکر میکردم اینطوری بشه ولی نشد معمولا این جمله رو شما نمیشنوید این قسمتمون هم تموم شد امیدوارم که مطالبی که خدمتتون عرض کردم براتون جذاب بوده باشه اگه کلا از محتواها و لحن صحبت من لذت میبرید ممنون میشم سابسکرایب کنید اگر هم سابسکرایب نکردید فدا سرتون من بازم از این محتوا میذارم چون صرفا برام جذابه که چیزایی که باشون حال میکنم و بهشون علاقه دارم و با افرادی که دوستشون دارم تقسیم بکنم ممنونم از اینکه وقت گذاشتی امیدوارم بازم بتونم ببینمتون ولو اینکه نزدیک نباشه